بخشی حساس پرسپولیس و نساجی شروع شد و ببینیم در پایان این دیدار چه نتیجه ای ثبت خواهد شد. در میانه میدان به زیر توپ زد سینا اسدبیگی وسط زمین، عمری به دنبال توپ بود اما قبل از اون علیرضا ابراهیمی توپ رو دور کرد تا پرسپولیس چهارمین خط حمله برتر لیگ رو داره. تا قبل از شروع بازی این هفته این حرکت رو ببینید درون محوطه وحید امیری، پنالتی برای پرسپولیس رو حرکت وحید امیری و توپی که برخورد کرد به دست مدافع نساجی و همین شروع کار، فرصت عالیه برای پرسپولیسیا تا بتونن دروازه نساجی رو باز کنن. علیرضا ابراهیمی اعتراض میکنه به آقای علی صفایی. صحنه آهسته میتونه جزئیات کار رو کاملا نشون بده. شروع خوبی نبود برای حمید مطهری و تیمش. این ارسال بلند وحید امیری، پاس در عرضش و اینجا توپی که برخورد کرد به دست مدافع نساجی و علیرضا ابراهیمی و سریع در سوت خودش دمید آقای علی صفایی و پنالتی رو اعلام کرد برای قرمزهای پایتخت. پنالتی رو گیورگی گبلسیانی میخواد بزنه برای پرسپولیس با رفتن لوکادیا. حالا گبلسیانیه که شده پنالتی زن اول پرسپولیس. گبلسیانی که تو اولین بازی که پرسپولیس و نساجی بعد برگشت قائم شهری ها به لیگ برتر داشتن دروازه پرسپولیس رو باز کرده بود با لباس نساجی. همه نگاه ها به محوطه جریمه نساجیه. آقای علی صفایی از بازیکنان دو تیم میخواد که وارد محوطه نشن. گبلسیانی میتونه سومین گلش تو این فصل برای پرسپولیس رو بزنه یا نه؟ گبلسیانی حالا ضربش رو میزنه و گل! گل اول برای پرسپولیس. توپی که برخورد کرد به دستان علیرضا حقیقی اما دروازه نساجی باز شد. حساب کار 1-0 برای پرسپولیس. خون دست گبلسیانی رو اما نتونست توپو بگیره علیرضا حقیقی. پنالتی زن مطمئنیه گبلسیانی. به این شکل توپو زد به سمت چپ علیرضا حقیقی و دروازه باز شد. خوششانس هم بود گبلسیانی، هرچند که پنالتی زن خیلی خوبیه. پرسپولیس از روی نقطه پنالتی تونست دروازه نساجی رو باز کنه. یه برخورد خطا به سود نساجی مازندران اعلام میشه در حالی که بازیکن دو تیم اعتراض داشتن روی این صحنه، اما به هر حال خطا رو اعلام کرد به سود نساجی. رو صحنه‌ای که مشاهده میکنید تو برخورد ایوب کلانتری و مهدی ترابی. مهدی ترابی صحبت میکنه با علی صفایی. موقعیت خوبیه برای نساجی‌ها. ایوب کلانتری بهترین بازیکن هجومی نساجی بوده تو این فصل با 3 گلی که به ثمر رسونده و 4 پاس گلی که داده. دیواره دفاعی فعلا 4 نفره پرسپولیس. 3 بازیکن نساجی هم پشت توپ هستن. ایوب کلانتری ضربه‌شو مستقیم میزنه و گل! چقدر زود به بازی برگشتن. 1-1 مساوی. خود ایوب کلانتری دروازه پرسپولیس رو باز کرد. عجب بازی بوده، چه شروعی داشته این رقابت تو ورزشگاه آزادی. خوشحالی نیمکت نشینای نساجی و در رأس اونها حمید مطهری. بهت زده شد علیرضا بیرانوند، توپی که برخورد کرد به دیواره دفاعی پرسپولیس و به این شکل چسبید به تور دروازه اونها. به سر وحید امیری برخورد کرد، دیواره دفاعی خیلی مطمئنی نبود و این خوشحالی برای ایوب کلانت. پاس گلاش، یه پاس رو به جلو از سمت راست درون محوطه، یه پاس رو به بیرون، ضربه سر رو میزنن کماکان موقعیت و نجات داد دروازه پرسپولیس رو دانیال اسماعیلی فر.
چه بازی شده، حرکت احمد موسوی، ضربه سری که زده شد، این شلیک و تو پیکه چجوری در آورد دانیال اسماعیلی فر گرفت برای پرسپولیس. آقای علی صفایی، پرسپولیس را افتاد از سمت راست با سعید صادقی، ارسال به دهانه دروازه تک و خروجه علیرضا حقیقی که خیال نساجیشی ها رو راحت کرد اونجا با علیرضا ابراهیمی. یه اشتباه درون محوطه، گل دوم به همین راحتی شکار کردن بازیکنه نساجی. محمد عمری بازم گل میزنه برای پرسپولیس. یه اشتباه وحشتناک و فرصت طلبی محمد عمری. پرسپولیس 2 نساجی 1. چه اعتراضی میکنه حمید مطهری به مدافعانش. علیرضا ابراهیمی، پاس رو به عقب برای علیرضا حقیقی، این پاس اشتباه، توپگیری محمد عمری، اینجوری توپو چسبوند به زیر تاق دروازه نساجی. پاس علیرضا حقیقی نرسید به حامد شیری و حالا جوون اول پرسپولیسیا داره کاری میکنه کارستون تا خلأ حضور لوکادیا احساس نشه. این خوشحالی محمد عمریه، گل قشنگ هفته گذشته مقابل گلگهر و حالا یه اشتباه این سمت بیرانون شکار کرد، نفس پرسپولیسیا بد اومد، اصلا ریسک نمی کنن، با حد اکثر اعتماد به نفس دارن بازی میکنن بازیکنای دو تیم. بازی با پای علی بیرانوند محشر تو این لحظه خیلی دیگه خطرناک بود. یه ارسال و علیرضا بیرانوندی که کورنر شد یا نه، نه. سعید صادقی، حرکت خوب پرسپولیسیا، سینا اسدبیگی، یه پاس رو به جلو برای عمری، این بارم خطا نیست. وای صفایی میخواد که به بازی ادامه بده. محمد عمری، این حرکت سینا اسدبیگی و بدون خطا علی شجاعی توپو گرفت، این ضربه هم با پای چپ به بیرون رفت توسط وحید امیری، کاپیتان پرسپولیسیا. علیرضا حقیقی هم دادی میزنه سر مدافعاشو، میگه بیرانوند برای سعید صادقی. در این گله خورده نساجی تو این فصل تو 20 دقیقه اول بازی بود و این بازی هم سنت شکنی نکردن. وحید امیری درون محوطه، یه ضربه خطرناک، چه توپی گرفت علیرضا حقیقی. همین جای فصل جمع کردن. سمت راست حرکت محمد عمری، موقع هست برای پرسپولیس، یه پاس درارز، چه توپی از دست داد مهدی ترابی، حالا تو دو مرحله توپو جمع کرد. علی شجاعی پشت توپه، علیرضا ابراهیمی هم جلو کشیده، این بار نگاه ها به محوطه جریمه پرسپولیسه. یه ارسال بلند درون محوطه، یه ضربه سر و توپی که جمع کرد بیرانوند. سریع هم بازی شروع کرد، شروع مجدد عالیش، یه پاس خوب در عرض پیش به سوی گل سوم عمری و این کارو عالی انجام داد. روز روز محمد عمری و پرسپولیسه، چیکار کردن؟ خوشحالی یحیی گل محمدی، در آغوش میگیره علیرضا بیرانوند، چون میدونه این گل مدیون علیرضا بیرانوند هم هستن. چقدر خوب بازیو شروع کرده علیرضا بیرانوند و چیکار کرد اون سمت محمد عمری. پرسپولیس 3 نساجی 1. یه بازی جذاب و دیدنی، همه چی از اینجا شروع شد. ضربه سر علیرضا ابراهیمی رو گرفت، فوق‌العاده بود شروع کار توسط علیرضا بیرانوند، پاس محشر سعید صادقی و اینجوری علیرضا حقیقی رو از پیش رو برداشت و دروازه نساجی رو باز کرد محمد عمری.
4 تا گل توی بازی پر موقعیت گرم و جذاب تو ورزشگاه آزادی تهران. از این نما هم ببینی اعتماد به نفسش رو کاملا پیدا کرده محمد عمری. حالا پرسپولیس و دانیال اسماعیلی فر پاشه تو بستن چیکار خواهند کرد؟ متی ترابی مستقیم توپش رو زد که به دیواره دفاعی نساجی برخورد کرد و راهی کورنر شد. ضربه مهدی ترابی این شکل برخورد کرد به سر فکر کنم علیرضا ابراهیمی. سعید صادقی باید ضربه کورنر رو بفرسته، کوتاه این کار رو انجام میده برای سینا اسدبیگی. یه بار دیگه سعید صادقی یرسال درون محوطه ضربه سر رو میزنه. مدافعان نساجی در هم ریخته است خط دفاعی نساجی. گوشه زمین، حالا توپا که خلاصه به کجا ختم خواهد شد. بازار نقل و انتقالات زمستونی هم تو راهه و باید ببینیم که نهایتاً چه مهاجمی رو جذب خواهد کرد یحیی گل محمدی، کسی که به عنوان مربی دو تا قهرمانی لیگ برتر رو با پرسپولیسیا کسب کرده و به دنبال سومیش هست. محمد عمری توپش رو رسون به مهدی ترابی پشت محوطه. عمری موقعیت، این ضربه، توپی که به تیر دروازه برخورد کرد، کماکان فرصت ارسال به دهانه دروازه و حالا گل، گل چهارم. آتش بازی پرسپولیسیا ادامه داره. این بار نوبت دانیال اسماعیلی فر بود. از موقعیتاشون عالی استفاده کردن پرسپولیسیا و نمیدونه چی کار کنه علیرضا حقیقی. دانیال اسماعیلی فر این حرکتی که انجام شد، ضربه وحید امیری به تیر دروازه برخورد کرد، در ادامه ارسال وحدت هنانوف در دهانه دروازه و توپی که به این شکل با ضربه سر چسبون به تور دروازه نساجی. دانیال اسماعیلی فر، کسی که تا حالا 4 تا پاس گل داده بود برای قرمزا. نساجی که تو این فصل خیلی خوب کار کرده بودن، تیم پنجم جدول هستن، با حمید مطهری روزای خوبی رو پشت سر گذاشتن، اما به هر حال اینجا در مقابل پرسپولیس کارشون گره خورده و فعلا 4-1 عقبن. علیرضا ابراهیمی، میلاد سرلک تو پاور به سمت چپ، وحید امیری، مهدی ترابی پاس رو به جلو، وحید امیری این بار خروجه علیرضا حقیقی. دروازه پرسپولیسیا توپو در اختیار داره. بازی با پای یه گلر خوب باشه خیلی میتونه به کمک اون تیم بیاد، اتفاقی که تو این بازی توسط بیرامن دیدیم. یه بار دیگه مهدی ترابی، چه فضای خوبی داره اونجا دانیال، تک به تک فرصت و اینم گل پنجم. 5-1 برای پرسپولیس. چه خبره تو عمق دفاع نساجی؟ پرسپولیس 5 نساجی 1. حمید مطهری دیگه رفت سمت نیمکت، جواد منافی هم اونجا بود. از موقعیتاشون به بهترین شکل دارن استفاده میکنن و اگه جلوی این اشتباهات و حمید مطهری نگیره شکست سنگین تر میشه. بهترین برد پرسپولیسیا چه فضایی داشت دانیال اسماعیلی فر و ضربه دقیقش رفت کنج دروازه نساجی. علیرضا بیرانوند، جولسیانی، سروش رفیعی، علی نعمتی و محمد عمری پشت محوطه. خطا نیست، رضا جعفری یه درگیری اون سمت، مهدی ترابی فکر کنم با احمد موسوی درگیر شده بود در حالی که بازی داره این بعد دنبال میشه، اون سمت دعوا شده. مهدی ترابی و احمد موسوی یه بگو مگو اونجا به وجود اومده. این سمت زمین علیرضا بیرانوند توپ تو دستاشه، اما اون سمت زمین دعوا شده بود بین
مهدی ترابی و احمد موسوی. علی صفایی هم فرا میخونه. یکی دوتا بازیکن داره با داور چهارم هم آقای حسین زمانی صحبت میکنه. احمد موسوی هم نزدیکه علی صفایی شده. ببینیم کارت نشون میده یا نه. علی صفایی دست به جیب و یک کارت زرد رو نشون میده به احمد موسوی. این تکل علیرضا ابراهیمی و یک کارت قرمز هم اونجا داده شد. فکر کنم مهدی ترابی اخراج کرد. چه خبر کنار زمین. کارت قرمز به مهدی ترابی. افشین پیروانی داره آرومش میکنه. در حالی که داشتیم صحنه آیسته رو میدیدیم لب خط، تو این ماجراهایی که به وجود اومد ماحصل شد یه کارت زرد به احمد موسوی و یه کارت قرمز به مهدی ترابی. من یادم نمیاد مهدی ترابی تا حالا کارت قرمز گرفته باشه. اتفاق نادری اما هرچی که هست یکی دو نفرم گرفتن مهدی ترابی و ببینیم بسنده کرده به همون کارت زرد به احمد موسوی یا نه. اینجا که یه کارت زرد احمد موسوی، یه کارت زرد مهدی ترابی. در ادامه این بحثشون ادامه دار بود. اینجا رفت کارت قرمز رو بهش نشون داد. پس اول میخواست فقط به هر کدوم از بازیکنه یه کارت زرد نشون بده، بعدمون ببینیم حالا چی گفته مهدی ترابی. نزدیک علی صفایی هم بود و کارت قرمز رو نشون داد به مهدی ترابی. علی صفایی، علیرضا حقیقی هم رفته لب خط با کریم باقری داره صحبت میکنه. 60 دقیقه گذشت، نیم ساعت تا پایان بازی. اعتراض افشین پیروانی لب خط به محمد رضا منصوری. کریم باقری هم داره یحیی گل محمدی رو آروم میکنه که میدونن اگه آرومش نکنن ممکنه تبعات سنگینی رو داشته باشه. به هر حال ته این اتفاقات شد، یک کارت زرد به احمد موسوی و یک کارت قرمز به مهدی ترابی.